الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه رفقای عزیز، میخواهیم تو این ویدیو راجع به آسیب پذیری فرمت استرینگ صحبت کنیم. اوکی، خب دی من بعد مونم کد پایتون می نویسیم یا کد سی می نویسیم یا کد سی پلاس پلاس می نویسیم. خب مثلا میگیم یه ورودی از کاربر بگیر، بعد این رو مثلا بریز توی این. مثلا فرض کن ورودی از کاربر گرفتیم، میگیم str cpy، مثلا اون رو بریز توی یه اسمی گرفتم، میگم مثلا دارم چیزی، نه ورودی هم مثلا چی بوده، ورودی مثلا نیم رو بریز توی هرچی آرگ وی یا چی میدونم یه سورس، سورس اینپوت به اصطلاح گرفتم. اوکی، از یه ورودی یه دونه متغیر میگیرم، دیتا میگیرم، دیتا رو توی متغیر میریزم، بعد میخوام از اون استفاده کنم. مثلا تابع پرینت اف استفاده میکنم، میگم درصد s is your name، بعد میگم name. اوکی، پس من اینجوری بگم، مثلا اینجوری خیلی بهتره. استرینگ نیم مساوی است با علی، بعد اینو با پرینتر نمایش میدم. خب این چیه؟ اوکی، اینها فرمت استرینگ هستن. ما چند نوع فرمت استرینگ داریم، مثل درصد دی، ببخشید، درصد دی، درصد اس، درصد ایکس، درصد ان و هرچی. این مثلا واسه دسیمال، مثلا این واسه استرینگ، این واسه هگز دسیمال و مباحثی میده. اوکی، خب حالا این چه ایرادی امکان داره داشته باشه؟ به خودی خود ایراد چندان نداره، ولی موقعی که کاربر این میاد این به اصطلاح فرمت استرینگ ها رو توی ورودی ایمپورت میکنه، باعث یه سری مشکلات میشه. باعث میشه شما کنترل جریان حافظه رو در اختیار برنامه یا ورودی کاربر. یه مثال بزنیم، من الان یه کد سی می نویسم include stdlib.h، stdio و string. اوکی، خب یه int main می نویسم که یه ورودی از کاربر میگیره، میگم چی؟ int argc که تعداد ورودی ها رو بهم بده، char star argv که از کاربر ورودی بگیرم تو محیط command line، بعدش یه متغیر آرایی از نوع چهر می نویسم که میگم این مثلا 1024 تا بتونه ساپورت کنه. اوکی، بعد میگم if میخوام بگم اگه کاربر ورودی بهم نداد بهش ارور بده، arg c کمتر از دوتا بود، خب چه کار بهش بگم؟ پرینت اف کن، بگو همون اشتباه میزنی، میگم you should input اینجوری درصد s و your string نیه بکستش اینم بذارم تنگش، این برم هارگوی ایندکس صفرش که اسم برنامه رو بیاره، بعدش اگزیت کن دیگه، طرف اشتباه زد. اگه درست زد چی؟ بگو strcpy که بریزه توی a argv ایندکس یک رو. حالا میخوام ورودی رو به دو روش پرینت کنم، پرینت افی که سمپل وان
like a session. Sample 2. اینجا یه انم میخواد. این چه اومد؟ انم میخواد. بله بله. اینجا پرینت اف کن. درصد اس و ای رو بریز توش بدون درصد اس. کامپایل آن ران بیام ارور میده. فرمت ارور نداد. بریم ببینیم قصه از چه قراره. سی md cd desktop cls format. خب میگم itsheet.ir چاپ میکنم. میگم @ itsheet چاپ میکنه. میگم اخسری چاپ میکنه. اخسری اینجوری چاپ میکنه. حالا توی ورودی هگزادسیمال میذارم. این تا الان موردها با هم فرق نمی کردن. اما اینجا اینش درسته. اما اونجایی که به سویه مستقلن چاپ شده یه عدد هگزادسیمال هم برای من میاره. یه CLS بزنم. دو تا هگزادسیمال بزنم. میره. میره از حافظه برام دیتا میخونه. یا این که به جای این درصد اس بذارم یه درصد اس دیگه بذارم. این چون ورودی درصد اسه خب میره اون بخش از حافظه رو میاره. فرض کنیم مثال بزنم. این مقدار از حافظه به من اختصاص داده شده برای مثلا اون این اخسری من. اوکی. 15 رو بولد کنیم. چهارده. اوکی. خب. موقعی داخل برنامه اخسری درصد اس گذاشته میشه. خود میخواد دیتا بفرسته بیرون دیگه. اوکی. میاد اخسری رو باید یه درصد اس دیگه، یعنی از اینجا ور کنترل بخشید حواسم نبود که چی انتخاب کردم، یه بخش دیگه از دیتا رو هم با خودشی پوش میکنه به بیرون از برنامه. این باعث میشه چی؟ از این خطا پیش بیاد که بتونیم عدبن. یا اصلا من حالا میخوام چی؟ برنامه کرش کنه. من درصد اس درصد اس درصد اس درصد اس درصد اس درصد اس برنامه اینش باز شد که این برنامه کرش کرد، چیزی من نداد. یا مثلا سه تا بذارم شاید سه تا بهم بده. این سه تا دیگه بعدش نال و این قصه. حالا من هگزادسیمال میزنم. این داره هگزادسیمال از برنامه برای من چی؟ از برنامه، از اون برای برنامه داره برام میخونه. این میشه آسیب پذیری فرمت استرینگ. حالا اینکه از این آسیب پذیری چه استفاده هایی میکنند و چه کاربورت هایی داره، خب این یه بحث جدا میطلبه یه ویدیو دیگه یا مبحث دیگه انشالله توی حتی ما تو دوره های مثل کرنل اکسپلود اینا رو مطرح میکنیم. شاد و پیروز و خجسته باشی.